بسم الله الرحمن الرحیم. انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 84 الکامل مربوط به ابن اسیر جلد 1 صفحه 591 چاپ دارالکتب بیروت لبنان تحقیق عبدالله قاضی طبع دوم چاپ سال 1415. چی داریم میگیم؟ میخوایم بگیم عمر ابن الخطاب قبل از مسلمان شدنش چه خشونت ها داشته؟ چند نمونه رو بگیم. آقای ابن اسیر و بلازوری از علمای سنی و دیگران چنین نقل میکنن، میگن که یه کنیزی بوده به نام لبیبه، این کنیز از قبیله بنی معمل بوده و کنیز عمر ابن الخطاب بوده، ای کنیز قبل از عمر مسلمان شده. حالا ببینید خلیفه کافر با این زن مسلمان، با این کنیز مسلمان چه برخورد کرده. ایشون چنین نقل میکند: اسلمت قبل اسلام عمر ابن الخطاب. ای کنیز یعنی لبیبه قبل از آنی که عمر مسلمان بشه مسلمان شد. و کان یعذبها حتی تفتم، اونقدر عمر این کنیز را میزدش تا خسته میشد. در برخی از تعابیرم دارد که وقتی که اینقدر میزد این دختر رو، این زن رو، خسته میشد، نمیشست کنار استراحت میکرد، بهش میگفت فکر نکن که من از زدن تو پشیمون شدم، نه خسته شدم، بذار خستگی مدل کنم دوباره میزنم. یعنی آدم مهربان است انصافا، با مسلمان ها مهربان بوده. این کنیزی که مسلمان شده رو چنین در زمانی که خودش کافر بوده چنین زجر میداده. دقت کنید، پس چی داریم میگیم؟ عمر ابن الخطابی که شما آدم مهربانی معرفیش کردید، آدم شجاعی معرفیش کردید. آقا فیلم میسازن زیباترین جوان رو میارن نقش عمر رو بهش میدن، در صورتی که واقعا بدون تعصب آدم وقتی که در رابطه با چهره عمر اصلا تو تاریخ میبینه، داره که اون خانم حامله قیافه عمر رو دید بچهش رو سقط کرد، وقت اینا میان اینطوری معرفی میکنن. خیلی در صورت ما خیلی آرزو داریم انشالله بچه‌شی ها در سر تا سر دنیا دست به دست هم بدن، بتونن یه تصویر واقعیت هایی از خلفا رو به دنیا به توسط همین کارهای هنری نشون بدن، که به قول ازدالی وقتی که فیلم میسازن عمر فاروق، عمر خطاب یا آقای زیبایی که هر کی نگاه میکنه عجب آدم خوبی بوده، اما وقتی به منابع تاریخی مراجعه میکنیم، اگر عمر اینقدر زیبا و تو دلبرو بود، اون زن حامله چرا بچه‌شو سقط کنه؟ حالا دقت کنید، در ادامه همین جریان آقای ابن هشام و احمد ابن حنبل جریان رو کاملتر نقل میکنن، که من روی تکه دوم یه نکته ای دارم که میخوام عرض کنم. پس عمر ابن الخطاب کنیز خودش لبیبه را اونقدر میزد تا خسته میشد. چرا؟ که چرا مسلمان شدی؟ حالا آقای ابن هشام از بزرگان سنی مذهب است، در کتاب السیرت النبویه جلد 2 صفحه 161 تحقیق طه عبدالرؤوف سعد ناشر دارالجیل بیروت لبنان چاپ سال 1411. همچنین احمد ابن حنبل بزرگ حنبلی ها و مقتدای وهابیت در کتاب فضائل الصحابه جلد 1 صفحه 120 تحقیق محمد عباس چاپ مؤسسه الرساله بیروت لبنان چاپ اول 1403. جالب اینجاست وقتی حالا داره این بزرگوار چی رو نقل میکنین عالم سنی، که البته این منابع زیاد دیگه از خودتون مراجعه کنید. و مر ابوبکر به جاریت بنی معمل، ابابکر گذر میکرد به یک کنیزی از بنی معمل، همین لبیبه ای که عمر داشت میزدش، و کانت مسلمه، این زن مسلمان شده بود، و عمر ابن الخطاب یعذبها، عمرم مفصل میزدش، لتترک الاسلام، تا دست از اسلام بردارد، و هو یومئذ مشرک، و این عمر کسی بود که اون روز مشرک بود، و هو یضربها، و مفصل زن رو میزد.
بیم. حالا اون سوالی که من دارم جا مطرح میکنم، بینندگان عزیز، در اینجا ابوبکر طبق این نقل داره رد میشه، میبیند عمر داره ناموس اسلام را میزند. سوال، آیا این ناموس متعلق به همه مسلمان ها نبود؟ قطعا بود، لازم نیست که ناموس شخصی باشه، مسلمان است. آیا ابوبکر به همین مقدار غیرت نداشت که یک کلمه به عمر بگه نکنی کار رو؟ چرا دفاع نکرد ابوبکر از این زن مسلمان؟ شما که تو بوق کرنا میکنید که چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد، جواب ما رو بدید. اینجا خودتون نقل کردید عمر داره یک زن مسلمان، یک کنیز مسلمان رو میزند، ابوبکر هم شاهد داره نگاه میکنه، چرا دفاع نمیکنی؟ تو غیرت اسلامی نداری؟ اگر غیرت داری چرا یک کلمه چیزی نمیگی؟ آیا ناموس اسلام، آیا یک زن مسلمان ناموس اسلام نیست؟ چرا از ناموس اسلام دفاع نمیکنی؟ چرا غیرت اسلامی اینجا تحریک نشد، یک کلمه دفاع نکردی؟ یه چنین شخصی که چنین بی غیرتی نشون میده آیا لیاقت دارد که تمام حکومت اسلامی رو بدن دست ابوبکر؟ اینها چیزهایی است که ما دیدیم و منتظر جواب هستیم. دو حالت داره، یک، یا باید بگید ابوبکر بی غیرت است که عیبی نداره، اعلام کنید، یا اینکه اینجا قبول کنید که ابوبکر اینجا ازش کاری بر نمی اومده. همون حرفی که ما در رابطه با عزیز زهرا سلام الله علیها داریم، نه تنها توی قسمت، ما نسبت به عثمان هم همین حرف رو داریم. شما معتقدید ریختن عثمان رو کشتن، خیلی خوب، در تاریخ ثبت است، چون من شبهای دیگه میخوام به یه قضیه برسم، من منبعشو نقل نمی کنم، در تاریخ معروف و مشهور است، تاریخ طبری، ابن عسیر، ابن کسی، اینا همه نقل کردن که وقتی اونها اومدن عثمان رو بکشن، همسرش نائله خودشو انداخ رو بدن عثمان، حتی یک شمشیری هم زدن به دست این خانم، دستش و انگشتش هم قطع کردن، یه عمل زشتی را هم با این خانم انجام دادن. سوال من این است، عثمان اینقدر غیرت نداشت از همسرش دفاع کنه؟ چرا دفاع نکرد؟ او کاری که اون ملعون کرد که حالا من امشب چون میخوام از رو بخونم، میخوام کتابشو بیارم، تکرار نمیکنم. حرف ما اینجا این است بینندگان عزیز، برید بپرسید، ابوبکر داره رد میشه، یه کنیز مسلمان داره کتک میخورد، تو غیرت نداری که دفاع کنی؟ چرا دفاع نمیکنی؟ Straight Away TV. YouTube.com/StraightAwayTV. Aparrot.com/RocoRust.